در ادامه خبرها به خبری از تحولات عراق توجه فرمایید. سلسله انفجارهای تروریستی روز گذشته در سراسر عراق با بیش از 300 قربانی از دانش آموزان و سایر مردم عراق. به گزارش تلویزیون التغییر، انفجار دو خودرو بمبگذاری شده به صورت همزمان در غرب موسل بیش از 145 کشته و زخمی بر جا گذاشت که اغلب آنها دانش آموز بودند. یکی از این انفجارها یک مدرسه ابتدایی را هدف قرار داده بود. منابعی در پلیس عراق در بغداد گفتند نتیجه یک انفجار بر روی پل مسیر زوار امام موسی کاظم در نزدیکی مسجد ندا در بغداد 42 کشته و زخمی بود. به گزارش التغییر یک جوان گفت ما انفجار تروریستی دیروز را محکوم می‌کنیم، ولی با این انفجار نتوانستند مانع زوار امام بشوند و امروز میلیون‌ها نفر به راه افتادند. زوار نمی‌ترسند، آنها فرزندان امام حسین هستند. همچنین انفجار روی پل ائمه در بغداد 160 کشته و زخمی بر جا گذاشت.